سلام دوستای عزیز، امید خوب صحتمند باشید. هر جایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید، روزهای خوبی را آغاز کرده باشید، دور از گزند روزگار باشید. دوستای عزیز، ما امروز البته برای اولادا سمبوسه در نظر گرفتیم که البته سمبوسه را ما داش پخته میکنم. به یک طرز تهیه شبینیم، البته ما سی دانه مچ دلمه ای میگیریم که از سی رنگش است. البته فرق نمیکنه که شما از یک رنگش استفاده میکنی و مربوط به خودتان است. دیگه سی عدد مچ دلمه ای میگیریم که را بسیار خرد خرد ریزه میکنیم. دوستای عزیز، ما بازم یک عدد پیاز را میگیریم. البته پیاز را هم به شکل نگینی، یعنی خیلی خرد خرد ریزه میکنیم دیگه تا که با گوشت کوفته یا یعنی گوشت چرخ شده ما در روغن سرخش میکنیم.
داشتین دوستای عزیز که من البته گوشت چرخ شده یا گوشت کوفته ای را از قبل در روغن البته کم سرخ کردم چون امو آبش هم جذب شده و امو چی میگن امو بوی خود گوشت گرفته شده، یعنی چون یک رقم امی خود گوشت که بوی میده باید در روغن یک چند دقیقه سرخ شده. بعد از آن پیاز را امروش علاوه میکنیم، میگذاریم خوب پیاز هم گلابی شده امروش. پیاز را هم خوب گلابی میکنیم تا که پیاز گلابی شوه و خوب سر روغن بیه. یک قاشق چایخوری البته زردچوبه علاوه میکنیم، خوب میکس میکنیم با هم که رنگش تغییر میکنه، البته خیلی رنگ قشنگ به خود میگیره. بعد مساله میکس مساله البته که سیرق هم مساله با هم یک جا است مخلوط است، یک قاشق چایخوری از او علاوه میکنیم، خوب با هم میکس میکنیم. البته نگفته نبانه در هر غذا مساله خیلی غذا را خوشمزه میکنه. و یک قاشق تخم گشنیج، البته دو قاشق چون تخم گشنیج هم خوشبو میکنه هم خوشمزه، و همچنان یک قاشق چایخوری زیره و نیم قاشق چایخوری هم میکس مساله. که میکس مساله در البته در گشنیج خشک نانای خشک اینا هم داره، بازم ما یک قاشق نانا خشک یا پودر نانا هم استفاده میکنیم و مقداری کمی نمک. البته مواد که انداختیم با هم میکس میکنیم خوب. البته بعد مقدار مرچ سرخ که خیلی مرچش خوبش هست و بعد مرچای دلمه را که نگین نگین کردیم، یعنی خرد خرد کردیم، علاوه میکنیم و خوب با هم میبینی که ما ایره به اندازه های خرد برش کردم. بعد مقدار موادی که آماده کردیم البته در سمبوسه پر میکنم و بعد اینطور درستش میکنم، بستش میکنم. البته ما در پشت خودم پاکتی که خمیری که آماده گرفتیم چند شکل از سمبوسه بود، از البته از تهیش ما خواستم که امون شکل یا سی شکل کست امون رقم آماده کنم.
البته دوستای عزیز موادش رو انقدر زیاد پر نکنی، چون خمیر آماده است. البته از ما خمیر آماده است، کسایی که در خانه خمیر تهیه میکنه فرق میکنه، خمیرش خیلی نازک است. دوستای عزیز شما میبینید که البته در شکل سموسه را آماده کردم. چیزی که در پشت پاکت بود، اولادایم همین رقم خواستن و بعد کم مقداری کمی رویش با زردی تخم مرغ البته میزنیم، مقداری کم سیادانه رویش باش میدهیم، چون سیادانه بسیار هم خوشبوی میکنه هم طعمش خوشمزه میایه. دوستای عزیز من به خاطر آماده کردن ساسش، البته من ساس در خانه خودم برای اولادا آماده میکنم، چون یه ساسی که در بازارای لیلی در اینا هست اما قدر است و از اونجا نمیگیرم. و بعض سازش البته میگن که الان نیست، از او خاطر من یک دندان سیر البته که از تراشک کشیدم، تراشه کردم و یک قاشق چای خوری نعنای خشک و همچنان 3-4 قاشق ماست که طعم ماستش خیلی خوبش است و همچنان مقدار کم نمک هم درش علاوه کردم. و دوستای عزیز مزی روغن که میبینی در داخلش البته بعض ادویه‌جات داره که خیلی خوشمزه است و همچنان مرچ سرخ داره، کم تیزتر است. خدای روغن من چند قاشق ازش استفاده میکنه و کسایی که از روغن زیتون داره میتونه از روغن زیتون هم در داخلش علاوه کنن و خیلی خوشمزه میشه. فرق نمیکنه کسی روغن باشه یا روغن زیتون، هرچی که خودتان خوش داری البته به خواست خودتان باشه. خوب با هم میکس میکنیم که ماست یک دست شوه. و در اخیر شما میبینید که ماست کم یک دست شد، البته بسیار مقداری کم آب هم علاوه کردم در ماست.